داستان زیبا و شنیدنی پسر خیاط و دو زن زیبا. دوستان عزیزم، در داستان جذاب شما خواهد شنیدین که پسر خوش قسمتی خیاطی است که دو حاکم دختران خود را به او می‌دهند. ادامه این داستان قشنگ را تا پایان بیننده باشید. ممنون از لایکتان. بود نبود در روزگاران قدیم پسر خیاطی بود که هر روز با پدرش به دکان خیاطی می رفت و از بام تا شام لباس می دخت و در کسب خیاطی توانمند شده بود. روز موقع کار خوابش برد. پدر او را صدا زد و بیدار کرد. پسر بلند شد و گفت: خواب خوبی می دیدم که مرا بیدار کردی. ای کاش مرا بیدار نمی کردین و همینطور خواب ادامه می داشت. پدر هرچه اصرار کرد بچه خواب خود را تعریف نکرد. سپس شروع کرد بلت و کوب کردن وی، ولی او هم نتیجه نداد. سپس پدر مجبور شد که شکایت ببرد پیش حاکم. حاکم پسر را خواست و خوابی او را از او پرسید. پسر نگفت. حاکم دستور داد او را زندانی کنند و آب غذا به او ندهند تا به حرف بیاید. اما هر روز که می گذشت و به او آب و غذا نمی دادند، بالای پسر خیاط هیچ تأثیر نکرد که نکرد. روزها همین گونه گذشت و گذشت تا اینکه روزی دختر حاکم برای تفریح به دیدن زندان رفت. در آنجا دختر و پسر همدیگر را دیدند و یک دل نه صد دل عاشق هم شدند. دختر پرسید: چرا زندانی هستی؟ پسر خیاط ماجرای خودش را برای دختر حاکم تعریف کرد. دختر گفت: تو تشویش نکن، من کار میکنم که تو از اینجا آزاد شوی. از آن روز به بعد دختر حاکم هفته یک بار به زندان میرفت و احوال پسر خیاط را میگرفت و سپس از هوش و ذکاوت او برای پدرش تعریف میکرد. تا اینکه یکی از روزها حاکم سرزمین همسایه معمایی برای این حاکم فرستاد تا آن را حل کند. معما این بود: از سنگ آسیابی که برایت فرستادم یک دست لباس بدوز و برایم بفرست. حاکم، وزرا، دختر حاکم و دیگر اعضای قصر هرچه فکر کردند چیزی به عقل آنها نرسید. دختر حاکم گفت: من زندانی را می شناسم که خیاط است. شاید او بتواند که این معما را حل کند. حاکم گفت: هرچه زودتر او را صدا کنید. پسر خیاط را صدا کردند و حل معما را از او خواستند و پادشاه به او گفت: اگر این معما را حل کنی تو را آزاد می سازم. پسر با شمشیری سنگ آسیاب را دونیم کرد. میان آن پارچه ای بود. از آن که او یک خیاط لایق بود از تکل لباس دوخت و برای حاکم همسایه فرستاد. حاکم برخلاف قولی که به پسر داده بود او را آزاد نکرد. مدتی گذشت. حاکم همسایه معمای دیگری برای این حاکم فرستاد. معما این بود: در جعبه‌ای که برای تان فرستادم در را پیدا کرده و آن را باز کنید. باز حاکم مجبور شد که پسر خیاط را خبر کند و به او قول آزادی او را داد. پسر خیاط جعبه را در آب فرو کرد. آب به درون جعبه نفوذ کرد. جعبه پر از آب شد و به در آن فشار آورد و باز شد. جعبه را برای حاکم سرزمین همسایه فرستادند. این حاکم باز هم پسر را آزاد نکرد. زمان گذشت تا اینکه برای بار سوم حاکم همسایه معمای دیگری را طرح کرد. سه مادیان فرستاد تا این حاکم معلوم کند کدام مادر و کدام کره آن است. حاکم بچه خیاط را خبر کرد. پسر خیاط گفت: نه، این بار باید شرط مرا قبول کنی تا این معما را حل کنم.
چون دوباره دیگر به قولتان وفا نکردین. حاکم گفت شرطت را بگو. پسر خیاط گفت شرط من این است که در صورتی که اگر این معما را هم حل کردم دخترتان را به من بدهید. حاکم قبول کرد و در میانی همه وزرا و کابینش قول داد که دخترش را بعد این خیاط در می آورد. پسر خیاط خوشحال شد که قول ازدواج با دختر حاکم را از او گرفت. مادیان ها را حرکت داد. یکی جلو می رفت و دوتای دیگر به دنبال او. بچه خیاط گفت مادیان جلوی مادر و دوتای دیگر کره های او هستند. حاکم این بار به قول خود وفا کرد و دختر خود را بختی پسر خیاط در آورد و هفت شبانه روز جشن گرفتند. شما را چه درد سر بدهیم؟ از خوش اقبالی این پسر، از آن طرف حاکم سرزمین همسایه فهمید که معماها را پسر خیاط حل کرده است. او هم دختر خود را به بچه خیاط داد و یک باری دیگر هفت شبانه روز جشن گرفته شد و دختر حاکم همسایه هم بخت خیاط در آمد. سال گذشت و هر دو زن پسر خیاط زاییدند، یکی پسر و دیگری دختر. روزی پسر خیاط پسر خود را روی یک زانو و دختر خود را روی زانوی دیگر خود نشانده بود که حاکم از در وارد شد و به او گفت حالا باید خواب آن روزت را برایم بگویی. پسر خیاط گفت خواب دیدم که با دخترهای دو حاکم عروسی کردم و از آنها دو فرزند دارم، یکی به نام مهتاب و دیگری به نام آفتاب، و هر کدام روی یک زانویم نشستند مثل حالا. حاکم متعجب شد و گفت چرا همان موقع خوابت را نگفتی؟ پسر گفت اگر می گفتم آنچرا که در خواب دیده بودم دیگر عملی نمی شد. پایانی داستان. خب دوستان عزیزم، به نظر شما پسر خیاط با دو دختر حاکم چگونه زندگی خواهد کرد؟ حتما در کامنت ها برای من بفرستید. آها، فراموش نکنید که چنل سابسکرایب و ویدیو را لایک کنین. تا قصه و حکایت دیگه، خدا حافظ.